دوگر زیبا از ولسوالی چرخ، از دره زیبا و دیدنی مولانا، دره که در یک گوشه زیبای ولایت لوگر قرار داره، دره که زادگاه مولانا یعقوب چرخی از عرفا و مفسران قرن نهم هجری است، دره که واقعا هر قدر در رابطه با زیبایی های محصور کننده شما هم تعریف بکنیم کم است، ولی فعلا که شما میدونین که زمستان است و کم کم در قسمت های از لوگر برف هم باریده و بعض قسمت ها سفید است. ما هم آمدیم تا امروز برنامه را از این گوشه ناب وطن ما آغاز بکنیم، از دره زیبای مولانا دیدار داشته باشیم، با هموطن های ما هم کلام شویم، بیشتر در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی بپرسیم و آیست آیسته بریم به بازار ولسوالی چرخ. دیگه داشته های زیادی را در این برنامه هم مدنظر گرفتیم که تقدیم شما بکنیم. امیدوار هستم که یک ساعت ما را در این سفر هم تنها نگذارین، بیننده برنامه های میدان و تای میدان باشین و خاطرهای خوب را از دره مولانا هم ثبت دفترچه خاطراتتان بسازین. آغاز صبح است و کاملا یک آب و هوای متفاوت، آب و هوای بسیار خوشایند ولی کمک سرد. آب و هوای دره مولانا، چون قسمت های زیاد از این دره کوهستانی است و از چهار طرف به کوه ها وصل است، بیشتر قسمت هاش آب و هوای سرد داره. دیگه مناظر بسیار زیبا و خیره کننده است، هرچند ما بازم یادآوری میکنم که زمستان است، ولی همین زیبایی های زمستان هم زیبایی های دیدنی است که هر گوشه در خودش جا داده. جا داره که تشکر هم داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی اتک. انسان های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودن با انرژی اتک. قدرت و انرژی باقی را در پیروزی موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. این قسمت که میبینیم خشک است، فعلا آب نداره. اینجا به نام آبشار دره مولانا یاد میشه. ما با امید از این آمدیم که این آبشار حتما آب داره، ولی فعلا که زمستان است دیگه، آبش خشک است و وطندارای ما هم در هر گوشه و کنار مصروف هم و کاروبار و زندگی خودشان هستن. ما پیشتر هم تو قدم زده آمدم، واقعا که اینجا هم یک سایه خوب است. بالا فکر میکنم که یک آسیاب آبی قرار داره که دوستا هم و حاصلات خود را آرد میکنن. می‌بینید که بعض قسمت‌ها برف هم است. خب برف و باران نعمت‌های پروردگار است. امیدوار هستم که قسمت‌هایی از وطن ما که هموطنان ما دچار خشکسالی هستند برفباری شود تا همه مشکلات هموطنان ما هم رفع شود و قسمی که قبلا هم یاد کردیم که بتونه منابع آبی ما را هم تقویت بکنه، ولی می‌دونیم که چقدر مشکلات است. شاید این برف‌ها هم که نمی‌باره یک دلیل کلانشی باشه که هموطنهای ما هستن که مواد سوخت ندارن در خانه هایشان که فعلا همو کلبه خود یا هم خانه خود گرم بسازن و ده ها و مشکلات زیاد دیگه که سر راهشان قرار داره.
دوستان شما شاید کم و بیش معلومات داشته باشین، دره مولانا آخرین دره است که در ولسوالی چرخ قرار داره و به او طرف همین دره مولانا ولسوالی خروار قرار داره. دیگه دره است که کمتر به دره تای سالیانی که سپری شده توجه صورت گرفته. طالب جان هم همیجا مصروف دیقانی بود نه؟ دیگه ما گفتیم بیا خیلی یک چند لحظه که تیم قصه بکو باز بعد از او گفتیم ما هم سفر ما رو ادامه میتیم. طالب جان جور استی؟ جانک جور است انشاءالله؟ خوب جوری بخیری سلامت باشی مانده نباشی کار شما هم یک ذره یک مشکل و جنجالی است نه؟ والا خام خان و مشکل خستن و چند بجا امروز بیدار شدی؟ چند بجا از خواه خیستی؟ پنج و نیم بود. خب پنج و نیم بود دیگه آمدید همی سر کاروبار تا همی فعلا؟ پنج و نیم مجد رفتم از مجد پس اومدم دیگه چای خوردم از چای پس اومدم دیگه بخش کار اومدم. بخش کار آمدی بشکت از والا. از این دره مولانا برای ما بگو در این دره چقدر خانه است؟ در این دره 30 خانه خوابه. یک 30 خانه است؟ خب خب مکتب است در این دره؟ مکتب نیست. کلینیکه که کوچک خورده است که مشکل های مردم رفع شود؟ کلینیک نیست. این مردم که باز مشکل می داشته باشن یکان مریض میشن از اینجا تا خود مرکز تا بازار با پای میرم یا موتر باشه خود دیگه خوب بخی دیگه خوبی ها و نعمل موتر هم خونه سی را هم بسیار خراب است نی رای بولس اینجا برف نیست اگه نه ولی اخه گف زدن هم تا نیستی خنوک سیر خب خنوک است این ولسوالی خنوک است ما هم پیشتر گفتم گفتم همی چهار طرف کوه است و خوب خنوک است همی برف هم چه وقت برف بریده بود؟ برف خمی 15 روز خواه شد خب خب 15 روز پیش بریده بود این هنوز هم مانده دیگه مانده نه این خب برفک است ما هست که برف است خب این برفک است چقدر برف خود دیدره دیدی تا چقدر باریده بود؟ اینجا خیلی برف میکنه این رقم برف میکنه که تا اینجا را برف خب موتر رفتن هم تانه موتسکل رفتن هم تانه خب رای موتر هم نیست ما هم از چه قرار پیاده آمدیم تا این قسمت ها خب خیلی مردم چی کاروبار میکنن زیادتر در امی سی خانه که اینجا هست؟ در امی سی خانه که از در امی با اختم باشه دیگه هیچ کارم نمکنن کاروبار نیست کل اگه بیکار است؟ بیکار است دیگه برق دارین شما در دره؟ برق داریم برق شخصی خود ماست برق شخصی است؟ با چودر ما جور کردن خو خو این بچه کاکا فایدهش همه قرسیده برای آره این فایدهش رسیده خب آلی آبشار چی کردین که خشک شده؟ آبشار خود در تم جوی باز خنک مون باشم جوی مکپونه خو خو خنک است در تابستان خوب او داره نه؟ مردم خوب زیاد می آید زیاد می خیلی از پیش از زیاد هم هستیم چرا؟ دوستی میکنه نه یا نگوی گفه ای گفه نزد او وطن دارا نکنین امیدی یا که مردم با خدا که دراغ بگیم نه یه چی گفت نیست ولی چی را میگیرم؟ تو باید همه مسلم میمان واریم اینجا بیشین ما خیلی خوش استیم خواهد من میان تو تا می تکانن تو دخو نوشی جان تو دخو ما بخشی دایم میشکی تو بخورن بشک بشک دیگه خیلی چی را میبرن؟ دانگور بالا میشه درخت همو با این چی میکنن خو خو بیا دوستا از بابا که آمدین دیگه امی انگورها را نخورن تو تا بخورن سم بای امیر رقم بای وکی والی تو صدا کدی بری من من دیدم تموز یک مصروف هستی گفتم باش کال هیچ کس نبود دی دره گفتم کردم خودت خیلی چند دخم من قصه کنم خیر ببینی همینجا که تو بای این که مرا صدا کنی کاکا باغ بایم یک خوشانگور بیاد یک خوشانم میارم یک سر بخشت بیارم والا خیر ببینی سعی کنه مهربانی و محبت وطندارا را چقدر مردم میاید امی روزای جمعه خو اینجا بسیار بیرو بار می باشد تابستان یک سال خو ما خود ما هم آمده بودیم مگه مغز انگورا نخوردیم ببینی با آدم این جای کلگی پر باشه همو جای آدم این جای هم باشه خب زیاد میانه بازی رقم مردم مایه یک خوش خیلی خوب مردم مایه با خدا اگه از این رودم مترب تر شده آها این رقم خوب مردم هم مایه خوب است دمی تابستان باز یکان غرفگه که یکان چیزک جور بکنی آره والا دیگه مردم که میای مثال یک چای برشان دم کنی نه خودش آره. کار است اینم بیادرک ما نامک چی است لالای گل ما حلیم جان علیم جان جانش خودت برای خود ماندی یعنی تو بگی بچه شم دسمال او طرف کمی وطن دارا ببینه تنه آخال مردم ببینه تو که علیم جان هم یک شکر ببینن نه این ماشالله علیم جان مکتب میری؟ سنف چند استی؟ سنف هست جور باشی مقصد در سایت بخونی در سایت بخونی باز بخیر دیگه سال دگام یک ذره کاروبارم بکنی مرا دسته بخیر باشی علیم جان خب
چی گفتنی داری، چی پیام داری، کدام حرفی داری برای وطن‌دارای ما که همراه ما هم در خدمتت است مقصد. همین هر گپی که داری ما صدایت هم میرسانیم. خیر ببینین شما، خیر ببینین که تا اینجا را زحمت کشیدین. خیلی ببخشین. خواهش از ما، وظیفه ماست. قربانت شم. دیگه اینمی علاقه مولانا صاحب داره. فهمیدی؟ همین ما میرم پرسان میکردم میفتم زیارت مولانا صاحب کجاست؟ زیارت مولانا صاحب پشت از اوکوس. خب این خانه که هست کمی بالا بره اونجا. اونجا کدام مجاور هم داره کسی؟ مجاور داره همین خانه‌ش است. خب خب. در اون طرف هم خانه است دی بغله. بسیار خوب. آره. امر خدمتی نیست برای ما. قربانکی. بخشی ما چی خدمت؟ جان جورت بکار. چای نون دادم تانه. قربانت شم. خفه نشین. زنده خوب باشی. خداحافظ لالای قندم. خب دوستان عزیز، اومدیم از این گوشه دره مولانا هم دیدار کردیم که دره زیبا است و مشکلاتی هم که سر راه وطن‌دارای ما قرار داره. واقعا دوستا که مسیر راه زیاد است و همین نبود سرک و همچنان امکانات به خاطر رفت آمدشان بسیار دچار مشکل است دوستایی که اینجا زندگی میکنن. دیگه مکملی قسمت ها بیشتر هم یاد کردم همین درخت های توت است که میبینین و بیاین یک بار بخیر باز در تابستان هم میایم همین توت دره مولانا را مزه میکنیم. آیست آیست میریم به طرف زیارت مولانا. انشاءالله در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی هم بیشتر میشنویم، میپرسیم، شما هم با ما همراه باشید. فعلا هم آمدیم به آرامگاه منصوب به مولانا یعقوب چرخی، عارف و همچنان مفسر قرن هشتم و نهم هجری. و آرامگاه مولانا یعقوب چرخی در کشور تاجیکستان قرار داره و همچنان آرامگاه منصوبشان در ولسوالی چرخ و دره مولانا است که این هم نیاز به بیشتر تحقیق داره و بیشتر روش ما هم باید صحبت داشته باشیم. ولی دلیلی که ما آمدیم به این قسمت ای بود که هرج بگذاریم و یادی داشته باشیم در رابطه با شخصیت مولانا یعقوب چرخی. خب جناب مولانا بسم الله در کنار ما هستن. مولانا صاحب از شما میشنیم بیشتر بر ما در رابطه با شخصیت و زندگی نامه مولانا یعقوب چرخی بگوید. مولانا یعقوب چرخی فرزند محمد عثمان که در چرخ تولد گردیده و سن تولدش هم مورخین ذکر نکرده. بله. و سن وفاتش 851 است که در تاجیکستان فوت کرده و دومونجا به خاک سپرده شده و اونجا زیارت مولانا یعقوب چرخی از جمله زیارت های مشهور است. بله. مردم میرند و زیارت میکنند. و چون ولسوالی چرخ قبلا
مربوط ولسوالی ولایت غزنی میشد. چون لوگر در 961 میلادی ولایت رسمی شد و پیش از اینکه ولایت لوگر یک ولایت رسمی باشد، مناطقی که فیلحال منصوب به لوگر است یا چیزی مربوط کابل میشد، چیزی مربوط پکتیا میشد، چیزی مربوط غزنی میشد. چرخ مربوط غزنی بود. اما از این خاطر در تصانیف مولانا یعقوب چرخی غزنوی نمیشته. غزنوی ذکر شده. بله بله. از رساله های مولانا یعقوب چرخی برای ما بگید. مولانا یعقوب چرخی رساله های پراگنده داره، خو در همه تصانیفش مشهور که است تصنیف مولانا تفسیر است. بله. تفسیر مولانا یعقوب چرخی که از سوره الملک است به ونس ختم شده. بسه. البته بعضی ها میگن که دیگه جلده های تفسیر مولانا یعقوب چرخی گم است، خو به نظر خود من که دیگه فقط تفسیر نداشته، از دیگه جز قرآن کریم فقط از سوره الملک شروع کرده و به ونس ختم کرده. البته برای پدر گفته میشه اینجا یک زیارت است به نام محمد عثمان. او رو مردم میگن که پدر مولانا صاحب یعقوب چرخی است. بسیار خوب. دلیلی هم که ما آمدیم به این زیارت وطندارا ای بود تا بیشتر یاد بکنیم از مولانا یعقوب چرخی، بازم میگم عارف و مفسر قرن 8 هجری، زمانی که فوت کردن در 5 کیلومتری شهر دوشنبه در تاجیکستان به خاک سپرده شدن و زیارتگاهشان هم زیارتگاه عام و خاص مردم است. بسیار زیاد تشکر میکنم از شما هم بسم الله صاحب که ما را همراهی کردین و صحبت ها را تقدیم ما کردین. شما هم تشکر که ما را بغدین تا از طریق شما هم رای بتنداره خود صحبت کنیم. سلامت باشین. انشاءالله که بسم الله صاحب هم لابلا باز همراه ما می باشه و همراهشان صحبت می داشته باشیم. پس خوب است که شما هم در ادامه برنامه ما را همراهی بکنین. میریم به بعض ساعت دیگه هم در ورسولی چرخ زیبا می پردازیم. بفرمایید. وطندار عزیز، فعلا هم در کوتل خروار قرار داریم. یک منظره خیلی خوب داره و جایی است که از اینجا میتونیم تمام قسمت های ولسوالی چرخ را به خوبی هم ببینیم. دیگه هوای بسیار خوشایند است، کوه کم کم بعض قسمت ها پوشیده از برف. دیگه صدر صاحب هم یک لطف کرد، گفت از امی آب مزدار ولسوالی چرخ، گفت براتان یک پیاله یک چای دم کردیم، گفت امی چای هم امیجا خوردم و تو قسام باز میکنیم. صدر صاحب مدیر قریجات ولسوالی چرخ است. خوب است انشاءالله، صحتتان خوب است. سلام علیکم باسر جان، خوش آمدی به ولسوالی چرخ ما. تشکر رو که اینجا شما تشریف آوردین، از شما خوش شستیم. بخیر باشین صاحب، سلامت باشین. قریدار صاحب ازی بر ما بگو که در ولسوالی چرخ چقدر قریه است؟ چند دانه قریه است؟ در ولسوالی چرخ 320 قریه است. ماشاءالله. او نفوس ولسوالی چرخ کی است؟ 70000 نفوس چرخ است که فعلا در ولسوالی چرخ زندگی میکنند. خب ماشاءالله. مدیر صاحب گفتی که 70000 نفوس است اینجا، نه؟ کدام قوم های ما زندگی میکنه؟ اینجا پشتو زیاد، پشتو ماست او دری زبان هم است، ازبک هم است، تاجیک هم است. خب ماشاءالله ماشاءالله. همین سهای بسیار خوب دهی ولسوالی کدام قسمت هست؟ بسیار تو منظره که باشد، منظره هم باشه، او که است به نام مولانا یعقوب چرخی، دره مولانا یعقوب چرخی است. ما اموجا رفته بودیم دمی اول، مقصد اموجا رفته بودیم. اونمو که است بسیار خوب به منظره داره که مولانا یعقوب چرخیش میگن، نو تخت جمشیدش میگه اونمو است. بله، از جمله ساعت تاریخی و ساعت باستانی است. بسیار خوب. ولایت لوگر در چند کیلومتری شهر کابل
و ولسوالی چرخ هم که قدر فاصله زیاد با مرکز لوگر ندارد، که در حدود فکر میکنم که شاید 30-40 کیلومتر فاصله باشه و هم که یک قسمت که راه خراب است، ولی آدم ناراحت میشه که در مرکز یک ولسوالی ما هم برق نداشته باشیم با قدر نفوس. باز مردم چطور میکنن؟ کلگی از سولر استفاده میکنن؟ عوام خونه سی قدر زیاد که ما ببینیم که بند آب جور بکنن اینا؟ زیادتر مردم سولر استفاده میکنن، زیادترش نمیست سولر است. فقط یک پینگروم به نام پینگروم یک قریه است، اونمو از برق آب استفاده میکنه که جورش کده به خاطر آب جور کده با دو بند است، دو بند برق برای از یک قریه داده خودی نمو آبی خود. در خود مرکز ولسوالی چرخ آب آشامیدنی خوب است؟ خوب است، آب بسیار خوب است. از چشمه میگیره مردم؟ نل است چی است؟ چشمه است، کارز است، بمبه است، نل است. خوب شکر. یعنی مشکل در قسمت او نیست؟ نه نه، در مشکل او بیخی نیست، او زیاد است. در ولسوالی چرخ او زیاد است. خوب بسیار خوب. بخیر باش قریه‌دار صاحب. خوب جای ما آوردیم، آره خوب ما تو یک جای آمدیم که حالا خوب منظرام کردیم. بلکل تشکر جزاکالله. دیگه سلامت باشی. دوستا شما دیدین که برنامه را از دره مولانا آغاز کردیم و به شکل رفتیم به زیارت منسوب به مولانا یعقوب چرخی، بعدش هم در این قسمت آمدیم که یک سایه بسیار خوب است و از اینجا کم صحبت کردیم در رابطه با ولسوالی چرخ. دیگه آیستا میریم بخیر با موتو به طرف مرکز ولسوالی چرخ، از بعض قسمت ها دیدار می داشته باشیم، خبر وطندارا رو هم در این برنامه می گیریم، امرایشان هم کلام میشیم. باز آیستا میریم به طرف بازار. دیگه شما هم کافیست که ما را همراهی بکنین، بیننده باشین، داشتای خوب و مد نظر می گیریم که تقدیم شما بکنیم. خب قریه‌دار صاحب، چی گفتنی داری؟ کدام حرف، پیام، کلام، گپ دمی کنج دلت هم اگه باشه که امروی ما در خدمتت هست؟ تشکر باسد جان، تشکر قربانت جان، از امی چای هم بسار زد تشکر. بفرمایید سه. دیار پروردگار باشد هر وقت که شما یار دیگه آمده این به این محیطی که ما داریم کار، هیچ وقت رنجتان نده روزگار. بخیر باشه. از اگر طولوز یا طولونوز خداوندتون در دیار ما بیارد هر روز و خدا توان با ما بده که با شما چای بدیم و تربوز. دوستا آمدیم پیش ماماگل عزیز، شاعر، همچنان طنز نویس، فل بداگو و ضمن از هم امی آسیاب هم مربوط شست، آسیابان هم میگن، درسته؟ استاکار، استاد کار، استاد کار آسیاب. این میره ساخت ماست، ما جور کردیم. خب مکمل کل کارش خود کرد. این کارش است، این که امی که ما ایره ایار کردیم. ماماگل عزیز، استعداد است چو اخفا میدی که نمی وجودت است که تو فل بدا شروع بکنی در مورد هر چیز بگویی؟ والا قصه است که انقلاب شما را کم را کده کشال، اگر نه من دائم دارم یک رویت خوشحال و هر کس که مرا ببینه خواب خود تبسم میکنه یا میشه خوشحال. والا ما خواهیم خوشحال شدیم که بیدیدیم ات. خب خداوند تو را دائم داشته باشه، همینطور شیک صبحانتون باشه، قیماغ و کیک. همچنان. چند سال است که آسیا به جور کردی خودت؟ والا 3-4 سال شوی نمیجه، من دیدم من دریور تاکسی زیاد بودم دمی دو دیار بازی نمیره، ما فهمیدیم که نمیره، کاری است که ما میتونیم میره ترتیب کنیم. این سل برده بود. روز می صاحب زیان دیوار ماست، برو جور کن، یک ساتری برگفت، ما جور میکنم. باز کسی در ایران و دنبال امی کسی بودن که این آثار باستانی رو فعال کنن. باز ما اینجا آزمایش کردیم، دیم آزمایش کامیاب برو شدیم. باز اونه بگم، دیدیم چالا نگه، نمی که اونه آرد میکنن، جور کردیم. بشک. چقدر طنز نوشته که دیدم قدر مدت، فکر میکنم که ادبیات هم خواندین شما؟ والا ما زیاد چیزا رو خواندیم. چی چیزا رو خواندیم؟ عبارت از این که ای پیر خواندیم. خواه نظامی.
دیگه بازی نمی تنز از سالای 74 به این طرف دوبایتی ها زاد دارم. باز یک کسی بنام شد نقا جان خدا مرحومش کند کلان جنوب بود. گفت تو ارزش هر کدام یه زیر نمیفهمی. وقت که نداری رانندگی داری. ما بچه ها رو روان میکنم که نمیره بگیره با دسترس هون برس از استفاده های درست بکنند. چاپ هم شده امید دوبایتی های دار. ما بخاطر که یه روستاست شما آمدین. روستای چرخ هست. بله بله. مثلا ما یک تنز درباره رانندگی گفته بودم. بوز حتما از من شوخی داره. ما از 400 صفحه 300 گلچین کردم. بوز گلچین کردم. بوز 100 صفحه سرغوچ کردم در کدام جای موندم. بوز بچه‌ها که ما استاد پانتون نه فرق شده. بوز به هدایت دادم که شما اینه میره که بوز ما بخیر اگر موجود نبودیم رفتم که ما هر وقت کدام وقت میگن بگو آمین دعا کن. من میتونم میگم که آمین آخر کل ما میریم در زیر زمین. اونجا خو رفتن نیستم سفر داریم دیگه. باز ما گفت اینو میگه که باز در دسترس عوام قرار بده. مثل ازی اوره که در دریوار در جای نمیشته بود موتر ایتو نمیشته بود که جوان د لیلا سره مرد د لیلا سره. ما گفتم سم است لیکن کم است. باز ما یه جور کردم لیلا یک طرف اوناس گفته میشه. اگر محبوب میگفت الله محبوب آدم شده میتونه حبیبی شده میتونه مادر شده میتونه یا دیگه. باز ما یه ترتیب کردم که جوان ده محبوبه او ده لیلا سره مرد ده لا اله الا الله سره بشکتا بس بسیار پسند کردن. یا مثل ازی هوری تو جاربایتی های دیگه هم پیش من موجود است زیاد زخایر دارم. مثل ازی هوری عالمی کاغذ یک بدستان از دهی چی نشته است میشه دهی والا یاد یک خلو اونجا مسئل کردم پیش ازی که با ما تلفون دادن گزارش کردن این می هم موجود بود دیگه خو یه جمع مویت کار از خانه می بود یک روز پیشتر خبر میکردین. ما بسیار خوشحال روان تن میکردم. خیر باشه امید. ما اومدیم گفتیم یک دوز بلستان تقدیم بکنیم برات یک بار ببینیم شما را یک احترام داشته باشیم دیگه. می دعا را بخونین خیبر ما. خوش شما که بر ما دارین احترام. روزگار برات باشه رام. سلامت باشه. شکایت و دعای ماست بلستان محلی. اگر نفهمیدی بپرس نفر بغلی. مجبور از خودت بپرسیم پس. خدای قند با تو گفتار داریم. میدانی که جنجال به شمار داریم. ای پروردگار ثروتمند و یگانه بخش قرضارا تا که کنی بهانه. غریبی ما را کرده از زنجیر و زولانه. الهی سخ ما کدگون خزانه. بشک خدایا دست را برد گرفتیم بالا. نقره بنداز یا خوب خلطه طلا. والا بسیار کسی کلان است. خدایا پته ما بده کته ایمان تا که سرگردان هستیم پشت نان. خدایا از مفلسی ما رو بدار در امان. آمین. کته یک بندل پیچه ما کن میمان. خدایا بده ما یک چند میلیون تومان که از مفلسی گرد زده ما شده این پامان. که اگر ما برابر کنید ایگان خرمند و ایگان چکرک ایمان ببری به ملک جرمن. خدایا ز دل تو را هست ما بنده. روزگار چرا ما را میکنه رنده. با التماس ما بده یا بدن خنده. خدایا قیماق و جاغ های گاز ما بده و پلو که عبای ما کرش از دود پشقل و علو. از این که 2000 سوار باشیم دست به جلو نه خوشه چینی گیر میاد نه گندم درو. ما در کلی هستیم روزگار در بلندی. روزگار هم که تو ما میکنه رشخندی. در آخر همگی بگید آمین. کل ما میرم یک روز در زمین. دقیقا دقیقا. مامو گل عزیز تشکر میکنم. دیگه با اومدیم که یک بار ببینیم. خوشحال شدیم. همیشه وقت همو تو گل بخندی. گل بخوری. گل بپوشی. گل زندگی بکنی. مگم عمرت مثل گل کوتاه نباشه. عمرت دراز باشه. دیگه همین بدبختی ها از پیشت کنه عطا. نگهدارت باشه پروردگار بهمتا. سلامت باشه. هیچ وقت هم نشو ور خطا و از هیچ محفل هم نکنید تو. دیگه شما خو آمدین از روی دور دیگه باید شما رو ما دیم بغل خو کنیم گور. قربانت یک ماش ماماگل هم کدی چاچ. بخیر باشی ماماگل عزیز. اگر کدام پیامی کدام حرفی هم داری که امرای ما در خدمتت است. خب خداوند کمبوتی های شما رو پوره کنه و خداوند صلح و آرامش دائم در وطن ما داشته باشه. خداوند فراغت زیاد به همگی میسر کنه. قربان دمی آخر
که ما گفتم که طنز نویسم هستن، یک دونه یک طنزم بر ما بگو بازم تو با مو شیر و شکر که ما هم برایم بخیر بریم از پیشت اجازه بگیریم. خب یک شیر و شکر دیدم ما که از پشتو فارسی. یارم گم شده چالی دلیدی، خدا ظالم زده تختی دلیدی، دلم به خاطر زور دلیدی، یارم به کدام طرف دلیدی. زنده خوب باشی هم شیر، هم شیر با هم بوره، ارمان دارم الله کنه پوره. الهی امین از هم اگیم باره بخیر باشید. خب وطندارا ما آمدیم، ماموگل عزیز را دیدیم که جور است، سعتمند است. شاید شما بعض وقتا در صفحات اجتماعی تعقیب کرده باشین، دیده باشین. دیگه ما مزاحم کارش نمیشیم. یک بار میریم به طرف بازار و ولسوالی چرخ، میبینیم که هموطنای ما مصروف چی کار بار است. دیگه زیاد صحبت روی آسیاب نکردیم. شما دیدین که ما در برنامه‌های مختلف در ساعات مختلف با آسیابای مختلف رفتیم، با وطندارای ما و زندگی کاریشان آشنا شدیم. ولی ماموگل هم دیدین که چقدر زیبا همی آسیاب معرفی کرد با مو طنز و مزه‌داری خودش. دیگه استا شما ما رو همراهی بکنین، یک چند دقیقه دیگه هم همراهی ماموگل قصه میکنیم. باز ما میریم بخیر به طرف بازار ولسوالی چرخ. دوستان فعلا هم در بازار ولسوالی چرخ قرار داریم. بازار نام خدا هم تو پر جمع و جوش است، ولی زیاد در مورد کاروبار وطندارای ما نمیفهم که چطور است در شب و روز. ولی هر کس به فکر همیست که مو شب میشه با چندان نان بره به طرف خانه و کنار اجزایش به خوبی همو شب را سپری بکنه. دیگه آی صاحب اختر محمد از بزرگای این بازار هم در کنار ما. آی صاحب خوب هستین؟ تشکر، الحمدلله شما خوب هستین. بسیار زیاد تشکر. شکر جهان تشکر. آمدن شما را خیر مقدم میگم. تکلیف دنیا جهان تشکر. از آمدنتون خیلی خوش شدم. امر شما ای تحت ما. بزرگوار هستین. از شما مشتایم همون تو در رابطه با این بازار ولسوالی چرخ. ما خدا بازار پر جمع و جوش است. چقدر دکان در بازار قرار داره؟ ولسوالی بازار چرخ شکر الحمدلله در حدود 1,500 تا 2,000 دکان است. ولی بدبختانه که امروز شرایط کاروبار به خیلی صفر است. دکاندارا هم در صفر است بیچاره ایره، کلم خرید و فروش نیست، ولی مردم هم کم خرج شد در وضع اقتصادشون در صفر است. دکاندارا هم وضع اقتصادشون در صفر است بیاده، خرید و فروش نیست، ولی رقم تجارت رقم زنجیر را است. اگر کاروبار اهالی سم باشد دکاندارا هم سم می باشد، ولی بدبختانه که اهالی هم در صفر است، دکاندارا هم بیچاره دست کله سیستم تمام. آی سوی باست تبادله جنس به جنس هم در بازار است یا نه ایسو قدر؟ نه خیر، جنس به جنس است، ولی به نقص و جاتر به قرضه معامله میکنند. چرا مردم در وضع اقتصادی در صفر است؟ دکاندارم هم در صفر است، دکاندارم قرض نمیده، مشتری هم قرض نمیده. روزای بازار هم است اینجا یکان روز بازار؟ نه خیر، اینجا روز بازار ندارد، هم بسیار ساعت بازار در خدمت مردم است. یگان روز اکچور روز بازار جور نمیکنین مثل یگان ولسوالی های دیگه که یک زرگک؟ ولی اینجا رواج نیست، اینجا رواج نیست. خب اما سابق همی بازار همه وقت در خدمت مردم بوده، ولی فلان هم در خدمت مردم است. محصولات که در بازار به فروش میرسه است حاصلات خود از همی ولسوالی هم است یا نه؟ همه از ولسوالی هست، مثل سب، بادرنگ، بعضی چیزا میوه تازه هم پیدا میشه از چرخ هست ها، از خود چرخ هم هست. خب بسیار بیشتر کالایی که اینجا وارد میشه کالایی هست که وارد شده از دیگه ولایت ها، از مرکز، از خارج میاد. دیگه باز اینجا همی وطندارا دیگه در خدمت مردم هستن و کار میکنن و تلاش میکنن و زحمت برای یک لقمنان تلاش میکنن. بخیر باشین. دیگه ما فقط خواستیم که یک بار از همی بازار چرخ هم دیدار داشته باشیم که شما به تصویر هم میبینین. قربان شما.
سلامت باشین آقای صاحب. از شما یک جهان تشکر. قربان شما. بسم الله صاحب از شما هم تشکر میکنیم. سلامت باشین از اینکه تلونیوز به میدان جذاب خبرون در دو همکاران و تا سخت راغلی تاریخی زاین و پوزین سینه باندې وګرځیدی اتمن بستری سیوی استاد د پاره مې په لنګر کې او شروعات تیار کړی دا هغه په ګاډه وخرو لطف کردین بزرگوار هستین بسم الله صاحب قربانتان مهربانی ان شاء الله کمیریم امروی بسم الله صاحب بس چند لحظه دیگه هم صحبت می داشته باشیم بخیر باشه شب رو مش برای کنین جاست مشکل نیست در خدمتتون هستم بخیر باشه تشکر هم وطندارا در بخش پایانی برنامه قرار داریم از مولای صاحب بسم الله بسیار زیاد تشکر میکنم لطف کردین زحمت کشتین تشکر از میمان نوازیتان بس جان ده ز دزان لپاره یو سعادت او بختواری ګنم تاسو دې موږ دې نیکونو لنګر ته تشریف راوړی او د موږ سره ودا مخ شوی نو موږ هم دې د ښار د شایم نه دې ترتیب کړی چې په ښار کې پیدا کیږي لکه وریځې او کبابونه و تنی شاید هم در تیار کردیم یعنی اصل کار کردیم بسم الله صاحب خدا کورانای چرگ ده بشک و تنی غنم دی ماشالله او ده اچار هم مکفل پفل کور که جور کردی خواه نام خدا نخدای دیو که ساسی خوان تره واخلی سلامت چو خوب یک نانی هست همون نان وطنی نان چپاتی آرد هم آرد وطنی است دیگه اینجا آیا ذائقش از آردای بازار مختلف است بله بله تفاوت زیاد داره بسم الله میکنیم از امی نان خو یک لقمه میگیریم قریدار صاحب خوب گوشنا هم شده بودی نه؟ آها امی یک قسمت گفتی که دیگه گفتی او بدری چی رقم کار است امی دم از دست پای ما گفت رفت بریم گفت نار خوردن آه بلکن تشکر از شما دوستای زم از اینکه یک ساعت با ما همراه بودین تا ایدم جناب بسم الله صاحب از غذای محلی بلسولی چرخ بر ما بگین کدام غذا زیاد در بین مردم رواج داره؟ در مردم چرخ در محل ولسوالی چرخ زیاد که مردم خوش میکنن اما خوش میکنن آشک است آشک آشک است منتوم میپزن برای مهمانای خاص خود پرکیم میپزن او یک چیز دیگر ما بطاو قروت میگیم نمیدانم که در طرف های شما رواج است یا نه شوله و قروت یا شوله و قروت ما کسی شوله و قروت میگن کسی بطاو قروت میگن خواه خواه بسیار خوب دی شروع خود دیگه در هر جای رواج است خب مخصوص به چرخ نمیشد دقیقاً دیگه آیسوسا خیلی کم کم غذا شروع کنیم بخیر غذا هم شروع میکنیم برای شما خوب اشتها مطلبم بسم الله الرحمن الرحیم قرادر ستاس مهربانی بکیو بسم الله صاحب ما میگم یک جای بخوریم کمی مزه شون زیاد شوه میم محبت هم بیشتر شوانی قرادر صاحب ما هم تنها موندی دیگه خیر تنها مونده به خاطر گشنه شده ما میگم زیاد نوش جان کنی قرادر شما بسیار مانده شدن باسل جان خدا کنم باسل جان که منطقه چرخ ما را خوش آمده باشد بلا در رای مولانا صاحب و همش خوش آهند بود مزدار بود و این شروع خوب بخی دیگه از امی مزهش آدم سیر نمیشه فوق العاده مزدار خب جا داره که تشکرم داشته باشیم از حامی برنامه ما انرژی اتک انسان‌های قدرتمند قله های پیشرفت را پیمودند با انرژی اتک قدرت انرژی واقعی را در پیروزی و موفقیتتان دریابید و قله های پیشرفت را صعود کنید انرژی اتک مشت پرقدرت بفرمایید صاحب شما باسل جان اگر چی
مردم همه افغانستان بسیار به من دوست هستم. خب مردم چرخ باز یک چیز خود از زیاد به من دوست فکر میکنن و یکی از علاماشان که یا بسیار به این گفت میلافن میگن که در بازار چرخ تالر هتل کامیاب نشده، شما هم ندیده باشین در بازار چرخ هتل؟ دقیقا در بازار هتل ندیم. جالبم بود که ما گفتیم بود جای کوچکی بود که یک نیاز برای یگان دکاندار یک چپس پخته میکردن، ولی یک هتل که ما که دیدم که نظر به اینکه بیشتر از 1000 دکان در بازار قرار داره ولی هتل نبوده. جواب میگن که چون ما بسیار به من دوست هستیم برای هتل ضرورت پیدا نمیشه. بیشک بیشک، خداوند حفظتان بکنه و میشه وقت با عزت و سربلند باشین. قریدار صاحب از خودتان تشکر از اینکه کنار ما بودی. جناب بسم الله صاحب از شما هم بسیار زیاد تشکر میکنم. آیسته آیسته ما هم به پایان برنامه رسیدیم. حرف پیام کلامتان باقی مانده کمرای ما در خدمتتان است. پیغام ما به وطندارای خود به هم میهن خودی است که با یکی دیگه خود تحمل کنند، از دشمنی و کینه و بغض و عداوت کنار باشند، دوستی کنند، برادری کنند، محبت کنند. دنیا اگر می خواهیم که دنیا رو ما جنت بسازیم به محبت جنت میشه. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم ما رو به محبت دعوت کرد، گفت که شما سلام زیاد کنید به یکی دیگه، همراه یکی دیگه تان محبت کنید. دیگه محبت که اسی تا یک عمل است که خیلی آسان است ولی که سبب دخول جنت ما میگردد. دیگه می پیغام برای همه تنای خدا و وقتی که محبت در میان بود باز همه چیز با یک اخلاص انجام میشنی، حتی یک گلاس آب هم که برای یک کس میتیم با اخلاص میباشه. دیگه که واقعا خوشایند است. خداوند در زمانش نگهتان بکنه. با جمله دوستا و وطندارا و عزیزا بخیر باشین. ما هم با بسم الله صاحب و جمع از عزیزا میشینیم و میجه چند لزنان میخوریم و به صحبتهایشان هم گوش میتیم، ولی ناگزیر هستیم که از حضور شما هم خداحافظی بکنیم. تا درود دیگر همه تانه به خداوند یکتا و بی همتا مسپارم. بدرود.